دوستان خوبم سلام، من شهاب صادقی هستم و خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو بلایند دیت دیگه با حضور دیبا و دانیال. بینایب متشکرم که این ویدیو و این کانال رو انتخاب کردین. امیدوارم که ببینید و لذت ببرین. اپلیکیشن پرژن کلاب همچنان اسپانسر این برنامه است که شما میتونید با دانلود این اپلیکیشن که لینکش در دیسکریپشن این ویدیو هست پارتنر مناسب خودتون رو انتخاب کنید. سلام دیبا، سلام دانیال، خیلی خوش اومدین. سلام، خیلی ممنون از دعوت شهاب جان. ان شاء الله که برنامه خوبی داشته باشیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه بچه‌های یوتیوب که دارن اینجا نگاه می‌کنن برنامه رو. امیدوارم که برنامه خوبی باشه و همگی کنار هم لذت ببریم. لطفاً یه معرفی کوتاه از خودتون داشته باشین، مثلا شغلتون و یا تحصیلاتتون. من دیبا هستم، 24 سالمه، لیسانس روانشناسی دارم و کارم در حال حاضر یه برند گوشواره به تازگی تأسیس کردم. بسیار عالی، شما بفرمایید. رشته تحصیلی مهندسی شیمی بوده و سینما و کارگردانی خوندم و کارم یوتیوبرم، کار تدوین و ساخت ویدیو انجام میدم و همینطور یه سری کارهای تجارت هم انجام میدم. خب بفرمایید که چند سالتونه و رنج سنی مورد نظرتون چیه؟ من 24 سالمه و فکر میکنم رنج سنی مورد علاقه هم تقریبا بین تا 10 سال. 10 سال از خودتون بزرگتر؟ بله. من 32 سالمه، رنج سنی هم که فکر کنم سال نه دیگه، از 20 اوکیه به نظرم، تا حالا یکی دو سالم از خودم بزرگتر باشه مشکلی نیست. رنج نامحدود. نامحدود. میفهمین که متولد چه ماهی هستین؟ من متولد خردادم. اینجوری هم نگاه نکنین. اصلا این چیزایی که در مورد خرداد ماهی میگن درست نیست، مگر یه مقدار مودی بودنشون. آ شما مودین؟ متاسفانه یه مقداری. واقعا آخه اینطوریه؟ شما اصلا قبول دارین که این به این طالبینی و من خردادی یا اینجوری هم مردادی یا فلانه؟ من تا حدودی، حالا نمیخوام همه رو مثلا بگم تو یه ساعت هم همه یه مردادی یا این شکلی هم همه یه مثلا این ماهی اینجوری، ولی خب خرداد ماهی تا حدی به نظر من خودم این شکلی هم. شما متولد چه ماهی هستین؟ من مردادم و دو تا از رفیقای خیلی قدیمی من خردادی هستن اتفاقا، و حالا من خودم خیلی قبول ندارم که بگم هر انسانی مثلا 12 مدله، ولی اتفاقا خردادی خیلی خوب تو زندگیم داشتم. کلا هم میدونی که خردادی ها با مردادی ها خیلی با هم مچن؟ چی گفته؟ کی گفتی که من گفتم؟ اگه شما میگی که بعد این که خرداد ماهی خاطر خوبی دارن خوبه، چون معمولا این اتفاق نمیافته. معمولا همه خردادی خیلی خاطر خوبی ندارن. چرا میگن خردادی دو شخصیت هم؟ یا واقعیت داره یا نداره؟ ببین این به نظر من، حالا میگم همه مثل هم نیستن، ولی حتی نشان خردادی هم دو پیکره. حالا کسایی که یه ذره تو طالبینی علاقه دارن اینو میدونن، و به نظر من بسته به شخصیت خودم میگم که تا حدودی بله. مثلا من چند تا شخصیت مختلف دارم که حالا هم از یه لحاظ خوبه هم از یه لحاظ بده. هم میگم خوش باله کسی که با خرداد ماهی هست چند تا شخصیت مختلف رو تجربه میکنه، هم خب بدی خودش هم داره دیگه، یه روز خوبه یه روز بده، یه روز مودیه یه روز اینجوریه. ولی که امروز خوب باشه مودتون. امروز خوبم. خوش اخلاقم امروز. چرا باید یه نفر دوست داشته باشی که با چند تا شخصیت دوست باشه؟ خب مگه اینجوری نیستش که هر نفر دوست داره با یه نفر دوست باشه؟ این به نظر من یه سلیقه شخصیه. من خودم مثلا به شخص دوست دارم پارتنر با چند نفر دوست باشه. نه من دوست دارم پارتنر مثلا تو حالتهای مختلف چیزای جدیدی رو بتونم باهاش تجربه کنم، حسالت جدیدی رو بتونم باهاش تجربه کنم، و فکر میکنم حالا خودم تا حدودی اینجوری هم تو هر لحظه یه شخصیت متفاوتی دارم. بفرمایید که آیا دیت بد داشتین شما؟ بله. یه بار یه آقایی بود که چند بار قرار بود با هم دیگه دیت بذاریم، پی نشد، تا که یک بار به من زنگ زدن، من بیرون بودم، قرار شد که با هم دیگه یه جایی دیت بذاریم، من خودم بیام اینجا، ایشونم بیان اونجا، چون من جایی بودم. ایشون پای من لوکیشن ارسال کردن، من دیدم که لوکیشن دربنده. بهشون گفتم که من خیلی لباسم مناسبه مثلا پیاده روی دربند و اینا نیست. گفتن نه، یک رستوران یکی از دوستای منه، یه رستوران خیلی عالیه، شما بیا اینجا. من بخوام بهتون بگم، من مثلا با یه کفش یه ذره پاشنه بلند یه تیپ رسمی رفتم، نرسیده به دربند، یه سفره خونه فقط تخت، اصلا یه چیز عجیب غریبه که من حتی نمیدونستم که با این تیپ اصلا میتونم پیاده شم یا نمیتونم پیاده شم. و اصلا داخل شدم ایشون روی تخت نشسته، کفش رو برورده. من اصلا دیگه نگاه کردم به هی گفتن چی میخوری؟ من دیدم اصلا اینجا نمیتونم. گفتم من چایی. گفتم من رژیمم فقط چایی میخوام. فکر میکنم من تو اون قرار تو اون یک ساعت و این دو ساعت تقریبا 3-4 لیوان چایی خوردم و تاکید داشتم روی اینکه من رژیمم و هیچ. و دیگه متاسفانه دیگه این ارتباط نشد که بشه. حالا من قبل اینکه قرار خیلی بدمو تعریف کنم،
یه قراری داشتم که خیلی سال پیش بود و مشکل خودم بود. روزی که میخواستیم بریم بیرون، حالا با دوستان بودیم، یعنی دو نفره نبودیم، من دنبال جورابم میگشتم، بعد پیدا نشد یکی لنگش و یه لنگش سوراخ بود و اصلا قراری نبود که حالا سفره خونه یه جایی بریم با اون اکیپ. بعد متاسفانه خیلی عجیب رسید به جایی که رفتیم سفره خونه و من اون گوشه تخت نشستم. نکنه شما همون پارتنر دیبا باشی؟ من گوشه تخت نشستم که کفشمو در نیارم، یعنی تو اون اکیپ 5-6 نفره، و دیگه انقدر این موضوع بین بچه ها چیز شد که چرا در نمیاری، گفتم خیلی راحت گفتم که این سوراخه، از صبح دنبال اون لنگه بودم نشد. ولی یه قرار خیلی بدی که داشتم با کسی بود که متاسفانه همون قرار اول ماده مخدری کشیده بود و خیلی اصلا حالت نرمال نداشت و خب من سعی میکردم که خیلی نرمال برخورد کنم یا اونو به حالت نرمال برسونم، یه موقع معذب نشه. به هر حال نمیخواستم مثلا یه برچسبی بچسبم که الان خیلی آدم بدی و از این صحبت ها، ولی این موضوع خیلی بد شد، یعنی هرچی جلوتر رفت این میگم کسی بیشترش اثر میکرد بیشترش اثر میکرد و اون توی دنیای دیگه ای بود. ولی خب چون براش خیلی احترام قائل بودم سعی کردم که حالشو یه ذره مساعد کنم که نشد تا آخرم و دوست داشتم که مثلا فردا یا دو روز بعد راجعش صحبت کنیم، راجع این موضوع که حالا اصلا سبک زندگی من با سبک زندگی تو متفاوته، این دلیل به این نیست که تو آدم بدی هستی، ولی اون آدم منو یه جوری ریجکت کرد یا گذاشت کنار و این خیلی برام جای سوال بود که خب چرا، یعنی من الان چیکار نکردم در قبال تو؟ بارزترین ویژگی که دوست دارین پارتنرتون داشته باشه که برای شما خیلی جذابه چیه؟ یکی حمایتگر بودنش و دوم دست و دل باز بودنش. خیلی برای من این دوتا آپشن خیلی مهمه. مثلا دست و دل باز بودن، مثلا من یه مثالی همیشه میزنم با خانواده‌ام، خیلی برای خودم هم جالبه، فرهنگ انعام دادن مثلا برای من میتونه یک پوینت خیلی مثبتی تو دیت اول باشه. من همیشه پدرم بهم یاد داده که حتما باید این اتفاق بیفته تو رستورانی که میری و این میتونه یه پوینت واقعا مثلا چند تا امتیاز مثبت باشه که ببینم طرف تو دیت اول همچین چیزی به ذهنش میرسه و همچین کاری رو میکنه. خب این حمایتگرم که میفرمایید منظورتون حمایتگر مالیه؟ هم حمایتگر مالی هم حمایتگر احساسی. یعنی منظور من اینه که طرف پا به پای تو باشه. من یه ایده ای دارم، میخوام چیزی رو اجرا کنم، بدونم که نفر اول میتونم با این آدم صحبت کنم، این آدم میتونه نکات مثبت بهم بگه، نکات منفی بهم بگه، با هم همفکری کنه. حالا حمایت کردن مالی که اصلا یه بحث جداست که بحث خیلی بازی داره که حالا الان خیلی دم رو صحبت نمی کنم، ولی حمایت کردن به نظر من واقعا میتونه این باشه که طرف همراه تو باشه، اینکه تو یه ایده ای داره طرف نگه الان حوصله ندارم حالا صحبت میکنم، خوبه اثرش باز کنه. هم فکری کردن با آدم به نظر من خیلی برام مهمه که مرام و معرفت داشته باشه، چیزی که خیلی کم رنگ شده. شاید توی پدر مادرای خودمون این موضوع رو خیلی دیدیم سالهای قبل که یه زندگی رو با هم میساختن پا به پای هم، همون حرفایی که دیبای عزیز زد، یعنی حمایتگر بودن و از هر جنبه ای. اینه که دو طرفه باشه خیلی قشنگه. الان من خودم به عنوان پسر میگم خیلی از دخترها منفعت طلبن، حالا توی ارتباط که میان دنبال فقط منفعت خودشونن و اون حرمت نون و نمکی که باهات میخورن رو نگه نمیدارن، یعنی پس فردا یهو میبینی با یه نفر دیگه که احساس کنه منفعت بهتری براش داره سریع میره اون سمتی. این مرام معرفت برای من خیلی مهمه، یعنی واقعا من خودم آدمی هم که از لحاظ هر لحاظ دوست دارم که حمایتگر باشم، در صورتی که بدونم این صفات توی پارتنرم هم وجود داره و اگه بخوای یه رابطه عاشقانه رو بسازی که بخواد تهش به ازدواجم خط بشه، این موضوع باید دو طرفه باشه به نظرم. آیا شما اصلا خودتونم کاراکتر حمایتگر دارین توی رابطه؟ بله من خودم به نام خدا بله من طرف خودشم، ولی من به شدت شنونده خیلی خوبیم و آدمیم که معمولاً به آدم ها، حالا از چیزی که دوستای نزدیکم به هم میگن، به شدت حمایتگرم از این لحاظ که من آدم ها رو دل سرد نمی کنم. یعنی اون انرژی اولیه رو به آدما میدم، جایی اگر بتونم که نه به نظرم اینجا درست نیست نظر خودم رو اعلام میکنم. ولی اینکه تو نقطه شروع کسی رو داشته باشی که بدونی که آقا این اون نقطه یه که طرف حمایتت میکنه، این اون نقطه یه که طرف به تو وایب منفی نمیده، به نظرم این نصف راهه.
چون همه آدما معمولا جایی پشیمون میشن که در نقطه اول نظراتشون رو با کسی در میون میذارن و طرف میزنه تو ذوقشون. و خیلی مهمه که تو اون نقطه اول کسی کنار تو باشه که سد راه تو نباشه. حالا شاید بری جلوتر ببینی این راه درست نیست، به هر دلیلی به هر تجربه‌ای درست نیست که این راهو بری، ولی نقطه اول نقطه‌ای که طرف مقابل تو باید حمایتت کنه. خب با این اوصاف شما معتقدین که هزینه ها تو رابطه با کیه؟ به نظر من به عهده آقاست. من کلا موافق 50-50 نیستم. به نظر من این یک چیز بدیهیه که آقایون از بدو خلقت این خیلی مشخصه که آقایون یک نقشی داشتن که از خانواده حفاظت کنن، یه نقش شکارچی داشتن و خانوم نقش اینو داشته که یه هسته ای رو برقرار کنه، اون احساسات و اون چیزی که لازمه رو تو اون خانواده داشته باشه. من میگم موافق 50-50 به هیچ عنوان نیستم. به نظرم هزینه ها بر عهده آقاست، ولی جایی اگر کم بیاره آقا، و این دیگه این یه چیزی بین دو طرفه، این دیگه یه چیز قراردادی نیست. دو نفر وقتی وارد رابطه میشن میدونن که اگه طرف یه جا کم بیاره این خانوم میذاره، اگه آقا یه جا کم بیاره. ولی میگم به نظرم بر عهده آقاست. من به نظرم اگه طرف مقابلم حالا بضاعت مالی خیلی زیادی نداشته باشه، خودم اصلا دوست دارم که این به عهده خودم باشه. اما این بحثی که پیش میاد اینه که خب حالا یه پسری هستش که مثلا 19-20 سالشه، بضاعت مالی خوبی نداره، از پس هزینه خودش تو رابطه برمیاد، آیا این پسر نباید یه رابطه عاشقانه رو داشته باشه؟ یعنی ما مگه قرار نیست که یک رابطه مشترک رو بسازیم؟ اگه یه طرفی نتونه اونو جلو ببره، طرف دیگه نباید کمک کنه؟ حالا ایشون یه مثال قشنگی زد راجع به گذشته گفتن. خب واقعا گذشته برای یه مرد وقتی که کار میکرد، خانم هم شاید رخت و مثلا میرفت توی حوض تو سرما میشسته، یعنی کار خونم خیلی سخت بوده و توی سنت و گذشته اینجوری بود که یه مرد اگه کار میکرد توانایی و بضاعت اینو داشت که خیلی راحت شاید چند سر آیله رو بگردونه، و الان یه مقدار متفاوته. یعنی من خودم دوست دارم که اگه واقعا یه جا حس کنم که خودم این بضاعت رو ندارم، آیا طرف مقابلم این حمایت رو داره؟ چون قرار ما بالاخره اون رابطه عاشقانه شاید به ازدواج ختم شه. یعنی من تو ازدواجم به مشکل بخورم از لحاظ مالی، اون آدم میذاره میره که یه نفر دیگه که پول داشته باشه، پول بیشتری داشته باشه حمایتش کنه. این برام خیلی سوال. خب ببینید، من اینو گفتم این قراردادی نیست، این یک چیزیه بین دو طرف. حالا شما مثلا 19 ساله رو میزنید، ولی ما اینجا داریم شخصی صحبت میکنیم. من میگم من به شخص نظرم اینه، حالا شاید جامعه الان تو شرایطی باشه که اصلا بحث فرق میکنه، ما یه نظر شخصی داریم، یه نظری داریم که آقا جامعه الان تو این شرایط اقتصادیه، آقایون تو این شرایط اقتصادی هن. من به نظر خودم و چیزی که من میپسندم اینه، حالا چه درست چه غلط این نظر شخصی خودم. به طور کل برای شما درآمد طرف مقابل مهمه؟ بله مهمه. مهمه. ببینید وقتی ما بحث انتخاب پارتنر میشه و یه ارتباط هدفدار میشه، شما قطعا وقتی با یکی در روز اول آشنا میشی نمیپرسی درآمدت چقدره، حتی ماه اولم نمیپرسی، حتی 5 ماه اولم نمیپرسی. تو توی استانداردی که خودت تو ذهنت با طرف دوست میشی و حدس میزنی که آقا این طرف این استاندارد رو داره که اینقدر هزینه برای این رابطه بکنه به طور مثال. ولی زمانی که یک رابطه جدیتر میشه و شما هدفت حالا یه هدف بیشتریه، حالا ازدواج رابطه جدیتره، و بر اون لحظه به نظر من مهمه که تو بدونی که داری بناتو کجا میذاری، برای چه زندگی داری برنامه ریزی میکنی، در چه سطح و لیولی داری برنامه ریزی میکنی. اون لحظه بله به نظر من درآمد خیلی. ماشینش هم برای شما مهمه؟ بله. بله مهمه. مهم نه این که مثلا بگم طرف اگه فلان ماشین نداشته باشه کنسله، نه، این میشه جزء یک سری از مثلا پوینت هایی که طرف داره. من میگم هر کسی برای خودش یک سری استانداردها داره، یک سری چک لیست داره که یک سری از اینا میتونه باشه میتونه نباشه. حالا اگرم نباشه دلیل بر کنسل شدن طرف نیست. ببینید ماشین خوب داشتن چه بین خانم ها و حتی چه بین خود آقایون میتونه یک جایگاه بهتری رو برای فرد تثبیت کنه. حتی بین خود آقایون هم وقتی یکی ماشین بهتر داره، بین خودشون این خیلی چیزه مثلا باحال تر و اوکی تریه. و به نظر من یک ماشین خوب داشتن نشون دهنده میتونه، نه که صرفا نشون دهنده باشه، میتونه نشون دهنده کار و تلاش فرد باشه. اگر کسی بضاعت مالیشو داره، باید ماشین خوب سوار شه، باید هزینه‌ای که داره در میاره میتونه ماشین خوب سوار شه لذت ببره، چرا نباید این کارو بکنه؟ خب سرکار خانم، شما میگین که بین خود آقایون هم این مرسومه که حالا ماشین بهتر، بله، ولی چه ربطی به رابطه آدم داره؟
یعنی شما بله شاید مثلا آقایون بین خودشون هم صحبت کنن که ماشین من فلان، ولی این اصلا چه ارتباطی به رابطه پیدا میکنه؟ ببینید ماشین به نظر من بازم گفتم جزء اولویت من نیست، ولی جزء یکی از پوینت هاییه که میتونه مثلا پوینت مثبتی باشه. من میگم هر کسی در هر سطحی که هست، حالا کم و زیاد اصلا کاری ندارم، قطعا دلش میخواد از اون بالاتر باشه. این یک میل طبیعی در همه آدم هست. من میگم پارتنر من حداقل میگن چی میگن، من همیشه دیدم میگن حداقل ماشین 206ه، حداقل ماشین 207ه، من اینو خیلی شنیدم که میگن. من میگم پارتنر من نمیدونم حداقل در حد ماشینی که خودم از سوار میشم باشه یا بالاتر از اون. من نظر شخصی با بخش دوم صحبتشون خیلی موافقم. من میگم که کسی که هر ماشینی داره یا هر وضعیت مالی داره میگه من متناسب با اون میخوام، من حق میدم، میگم خب این همچین شرایطی رو خودش داره و همین اندازم طلب داره. اما متاسفانه خیلی از دخترها نه برای رسیدن به اون شرایط تلاش میکنن نه کاری میکنن و فقط اینو از طرف مقابلش میخواد که یه طرفه ایجاد بشه. اما این نکته ای که هست اینه که ما اگه دنبال یک رابطه تفریح هستیم، یعنی یک رابطه که عشق صرفا توش نیست به نظر من، خب شما میتونید متر و معیار مالی همه جوری بذارید. اما چیزی که خودم تجربه کردم اینه که این متر و معیارهای مادی روی عشق جواب نمیده. یعنی من اینکه بگم اوکی مثلا اولویت هم اینه که ماشینش حتما این باشه یا اون باشه، به عنوان دختره یا من دختر باشم، این عشق ازش به نظرم در نمیاد اگه اینو بخوای به عنوان اولویت اصلیت بذاری. حالا ما یه زمانی حالا با پدرم در واقع کارشون ماشین بود، نمایشگاه ماشین داشتیم. من چیزی که توی دورانی خودم خیلی برام پیش اومد اینه که دوست داشتم یه رابطه خیلی خوبی رو ایجاد کنم و دنبال یه نفری باشم که واقعا بدونم اگه جلوتر میره ازدواج کنم. اما احساس میکردم که با توجه به ماشینایی که خودم زیر پام هست و میرم، آدما رفتارشون فرق داره. یعنی چجوری بگم، رابطه تفریحی از توش در میاد ولی عشق از توش در نمیاد. یعنی خیلی از اوقات خانما اون متر و معیاری که میذارن که باعث میشه یک فرد نادرستی رو انتخاب کنن. اون فرد میگه من پولشو دارم، اینو دارم، خب اونو میتونم جذب کنم و این عشق ازش در نمیاد. خیلی از خانما هستن که بعد ازدواج خانومی که بخواد صرفا اولویتش باشه مسائل مادی بعد از ازدواج، خب اون آقا هم شاید با پول بتونه کسی دیگه رو به دست بیاره. یعنی یه سن که بگذره مثلا 40 سال 50 سال شاید اون زیبایی اون خانوم دیگه از بین بره، کم رنگ بشه، اون آقا هم دوباره بره با پولش یه نفر دیگه رو بخواد به دست بیاره. من این بده بستونه ای که خیلی مادیه رو برای عشق توجیه ناپذیر میدونم. من قطعا به حرف ایشون موافقم، به دلیل اینکه من خودم تاکید کردم، گفتم ماشین خوب داشتن اولویت نیست ولی میتونه یک پوینت مثبت باشه توی رابطه. و بله درست میگن، اگه فقط بخوای بنای یک رابطه رو بر اساس مسائل مالی بذاری، قطعا همیشه یه دونه پولدارتر هست، یا بر اساس زیبایی بذاری، قطعا همیشه یه دونه زیباتر هست. حالا بفهمید که تو دیت اول چه فاکتوری خیلی به چشمتون میاد؟ اگه ظاهریه، آیا موضوع به خصوصی است؟ مثلا یه مهمون داشتم که میگفت کفشش خیلی به چشمم میاد، که ساعتش، دستش، فلانش، آیا برای شما یه بچه تمایز خاصی است؟ تو نگاه اول به نظر من که اول از همه ظاهره. برای من ظاهر خیلی اولویت نیست، من بیشتر رو تیپ و استایل خیلی مثلا برام مهمه. و یه چیزی که کفش خیلی مهمه و یه چیزی که به شدت همون اول من سرد میکنه رنگ جوراب. رنگ جورابه. یعنی مثلا یه سری آقایون که مثلا یهو مثلا با تیپ و استایل جوراب سفید، یا مثلا این بعد تناسب داشته باشه، به نظر من این یهو خیلی چشم منو درگیر میکنه. که چرا دادی پایین جمع کردی بالا جوراب چرنگیه صورتی؟ توی قرار اول شاید چیزی که منو جذب کنه دفع کنه یکی تو رفتار کردن و صحبت کردنه. کلماتی که خیلی پسرون است و خوشم نمیاد، دختر بشینه بگه حاجی یا داداش یا از این سبک صحبت کردن خوشم نمیاد. بعد اینکه دوست ندارم تو حالا قرار اول خیلی احساس صمیمیت زیاد بشه، خودم هم معذب میشم، دوست ندارم قرار اول اینجوری باشه. و اینو خیلی باشون موافقم واقعا. و دیگه همین دیگه، یه آراستگیه. حالا من خودم مثلا ظاهر خوبی ندارم، خیلی معمولی هم، نمیتونم بگم دوست دارم مثلا ظاهرش اینجوری باشه خیلی خوب باشه، نمیتونم اولویت خیلی بالایی برای طرف مقابل بذارم، ولی یه آراستگی باشه و یه اون فرکانسمون من بخوره دیگه. حالا
یه چیز خوب در بیاد. حالا شما تواضع هم داری؟ نه جدی گفتم. خب من به نظر خود الان چیزی که بعد از حالا فضای مجازی خیلی همه درگیرشن اینه که یه توهمی میرن جوونا که فکر کنن دیگه واقعا خیلی خوبه، یعنی مترو معیارش میذاره برای یک رابطه اینکه طرف مقابلم اینجوری باشه، ظاهرش این باشه، ظاهرشون باشه، خودش جلو آینه نگاه نمیکنه. من واقعا میگم یعنی ظاهر خوبی ندارم، خیلی معمولی ام، حالا اخلاقم خیلی متواضع. نه جدی با به خود من جدی میگم اخلاق اینو برداری من ببینم زود. اخلاقم توش خیلی ایراد داره، یعنی خودم میدونم این چیزا رو، پس نمیتونم بخوام بگم پس من یه مترو معیار 100 میذارم. خب من تا 100 سال دیگه هم نمیتونم اون آدمو دست بیارم. حالا ایشون هی تاکید داره که والله من بعدم میبینم دمت خودتو تواضع داری. حالا بفهمید که تو دیت اول چی کار کنه خیلی تو ذوق شما میخوره. تاچ، یعنی این لمس کردنه به نظر من واقعا تو دیت اول، یکی این یکی کلماتی مثل مثلا حتی به نظرم عزیزم، بیبی، عزیزم، نمیدونم، این کلماتی که خیلی مثلا مود شده، من کاملا مخالفش هستم. شما دیت اول داری میری شخص رو بشناسی، دیت اول کاملا یک دیت رسمیه، حالا دوتا خاطره میگین، میخندین در همین حد. حتی به نظر من تو دیت اول وقتی خانوم دستش رو جلو نیاره برای دست دادن، حتی شما اجازه دست دادن هم نداری و این به نظر من خیلی مهمه. یه چیزی که به نظر من میبینم بین آدم‌ها این روزا آقایون رو درک نمی‌کنم، به هر دلیلی شوخی میخنده دستشو میذاره رو پات، میخنده یه اینجوری مثلا به شما میزنه، اصلا هیچ دلیلی نداره. شما دیت اول صرفا دو تا غریبه این که دارین با هم دیگه هم صحبت میشین، یا وایب خوبی میگیرید یا این وایب خوب رو نمیگیرید. این دوتا به نظر من. و یک مورد دیگه بددهن بودن تو رانندگی من خیلی دیدم. یهو یکی میپیچه جلوی آقا، ای فلان فلان شده، فلان فلان، اصلا یعنی چی؟ تو اگه همش شخصیتی هم داری حداقل آقا تو دیت اول خودتو نگه دار، حالا این شخصیت‌ها رو ما بعداً می‌شناسیم. این خیلی برام مهمه. من با قسمت اولش خیلی موافقم، ولی خودم این مقدار تو قسمت دوم کنترل اعصاب ندارم، یعنی اصلا کلا تو رانندگی. ولی درست میگن واقعا. حالا اون کلمات مثلا خودم رو بیبی، کلا کلمه بیبی کهیری میزنم کلا، نمیدونم چرا خیلی بدم میاد. کلمات فارسی رو کلا بیشتر دوستم، ولی اون قرار اول از یه جای به بعد یه کم کم باید به نظرم حالا یخ آب شه دیگه. ولی این من مخالفم. نه من اصلا چیزی نگم، یعنی لمس و این صحبته که خودم مثلا خودم معذب میشم، یعنی از طرف مقابل باشه یا هر چیزی. و آدم به نظرم اگه واقعا طرفش براش مهم باشه یه مقدار وقت بیشتری بذاره تا اون رابطه حالا یه ذره جلوتر بشه، فرصت هست همچنان. فرض فرمایید که شما در صف مرغ تنظیم بازار آقای دانیال خان رو دیدی و خوشت اومده، یک دقیقه بله یه دقیقه فرصت داری که شماره ایشونو بگیری. سلام آقا، ببخشید. سلام خانم، خواهش میکنم جانم. شما ببخشید، من پشت شما هم تو صف، من یه چند تا سینه میخواستم، اشتباهی بر من روم گذاشتن. خب چه کاری از دست من برمید؟ اگر لطف کنید که من دوباره نمیتونم برم صف برسم به جلو، اگر لطف کنید شما میخواین روم سفارش بدین یا سینه، میخواستم نمیتونی برم مرغمون رو جابجا کنی؟ مرغامونو که نمیشه، ولی من موقع کامل سفارش میدم، یعنی رون و سینه رو جدا نمیدم. ببینید راستش بخواید من فقط دنبال این بودم که یه سر صحبتی با شما باز کنم. من میتونم یه آیدی اینستایی شما یه چیزی از شما داشته باشم، یا همین در حد همین مرغامونو جابجا کنیم؟ یعنی خوشتون اومده واقعا تو خانم، من باید فکر کنم حالا چون شما دختری پیشنهاد میدی من سریع باید شل کنم بگم باشه. مشکلی نیست، منم اینکه انقدر جذبه داشتین و من این جلو و خواستتون رو گفتیم برام جذاب بود. اگه میشه شماره رو یادداشت کنیم پس حالا. بله فقط پس اگر لطف میکنید شماره رو یادداشت میکنید، لطف کنید این موقع منم پس عوض کنید بعدن. میخوام موقع کامل منو بردارید. پس من موقع کامل شما رو میدم. شمارتون رو که گرفتم، موقع کاملتون هم که بردم. بعد چی سیو میکنید؟ دانیال تنظیم بازار. تنظیم بازار. صف تنظیم بازار. حالا شما فرض فرمایید که تو طباخین و ازشون خوشتون اومده، میخواین اصلا مترو معیار من اینه که کله پاچه بخوره، یعنی اون یار من ما اینجا با هم خیلی تفاهم داریم، یعنی یار من باید کله پاچه خور باشه. آب گوشت این دوتا واقعا خیلی مهمه، خیلی با هم تفاهم داریم. اینو من لایک میدم از اینجا، همینجا میری محضر. ما الان تو طباخی هستیم، من شما رو دارم میبینم. موشه خانم سلام. سلام. این کله هاشون کز نداده است؟ قطعا کز دادن دیگه.
من همیشه میام اینجا ولی نیده بودمتون. ماشاءالله خیلی هم خوشخوراکین، خیلی زیاد کله پاچه دیدم. شما لقمه منو دارین میشورین؟ نه نه نه، من تو میگم خوشم اومد چون خانم زیاد کله پاچه خور نیستن. میخواستم بگم که اگه بشه دفعه بعدی حالا با هم بیام کله پاچه بخورم. میدونین که دخترها خیلی بعدشون میاد کله پاچه. اگه حالا ایراد نداره میخوام من شما رو بدم، فکر کنید دفعه بعدی میام کله پاچه با پیاز بخوریم ما دو تایی. با پیاز؟ با ترشی؟ با ترشی. شما با ترشی میل کنم و پیاز. اشکال نداره. شما رو بدم حالا فکر کن وقت زیاده. پیازه فکر کنم کارو خراب کرد. تا پیاز داشتی. حالا باشه با پیاز خیلی آره اونجا تو پیاز داشتی که جلو میمدی. بعد فکر کنم منصرف شد. بوش کسی رو اذیت نکنه. نه بعضا شما تنها برو کله پاچه با پیاز بخور، منم میرم کله پاچه با ترشی بخورم. فکر نمی کنم یه روز پیاز رابطه هم به هم بزنه. آیا هوش طرف مقابل برای شما مهمه؟ بله قطعا. یه چیزی هست که همیشه میگم، میگم طرف وقتی خیلی باهوش باشه رابطه معمولا سخت‌تر میشه و این یه چیز درستیه. طرف وقتی هوشش زیاد باشه به مسائل بیشتر حساسه، بیشتر واکنش نشون میده، ریزبین‌تر، جزئیاتو بیشتر میبینه. خب این بدیا رو داره برای آدمایی که شاید نخوان توی رابطه جدی باشن، پیچوندن دیگه کار راحتی نیست، دروغ گفتن کار راحتی نیست، ولی این یه پوینت خیلی مثبتی که داره اینه که آدم باهوش میتونه به شدت به تو کمک کنه تو کارهایی که میخوای انجام بدی، تو ایده های جدیدی که داره، حتی تو تفریحاتی که میخوایم بکنی میتونه یه سری تحولای خیلی جالبی به وجود بیاره. بنابراین دقیقا ما میگم ارتباط با یک آدمی که مثلا به اصطلاح بهش میگن خنگ جذاب نیست. خانم باهوش خیلی قویه به نظرم. یکی از دلایلی که خیلی از آقایون خانمایی که باهوش هستن دوست ندارن اینه که نمیتونن بهشون زور بگن و اون دیکتاتوریه رو نمیتونن روشون انجام بدن. واسه همین اگه دقت کرده باشین خیلی اوقات مردایی که خیلی زورگو هستن خانمایی رو انتخاب میکنن که خیلی سلطه پذیرن و خیلی کم هوشن و این خانم کم هوش همیشه میگم تحت سلطه میره. من خیلی مهمه، یعنی دوست دارم باهوش باشه و از خنگ بودن هم کم کنه ذره کمک شه بهم. ولی واقعا این قضیه متواضع بودن تا آخر برنامه دارم می‌ذارم. نه اینو واقعیت نمی‌فهمم متواضع. من مثلا چیزای خیلی عادی و خیلی توش مشکل ذهنی دارم. بعد چیزای خیلی عجیب مثلا انتگراله عجیب مثلا حل می‌کنم. نمی‌دونم چرا اینجوریه. ولی کلا حالا خارج از شوخی خیلی به نظرم خیلی جذابه یه زن باهوش باشه و برام خیلی جذابه. شما این تواضع زیادت کار دستت میده. باور نمیکنم چی بگم. چون فرض فرمایید که در رابطتون با خانوم ایشون در دوران پی ام اسشون هستن، آیا شما رویکرتون در این برهه مثل حالت عادیه و فکر میکنی همه چیز عادیه یا نه متصورین که ممکنه ایشون توی یه حالت ویژه‌ای باشن، شما بیشتر کر کنید، بیشتر مواظبش باشین، اگه مثلا ایشون عصبانی بود شما مثلا مداخله نکنید، آرومشون کنید، به طور کل فکر میکنی این حالت عادیه یا شما یه روی کرده ویژه‌ای داری؟ سوالت این مقدار حالت سیاسی راهبردی می‌دونم برنامه اومد بنویسم چیه، ولی خارج از شوخی فکر کنم که باید در واقع هر مردی این دورانو خیلی حواسش باشه به طرف مقابلش، چون این دوران خانوما حالا چه پی ام اس چه دوران قاعدگیشون خیلی عجیب غریب و سخته. من خودم اگه جای خانم بذارم احساس می‌کنم که کنترل اعصابم اول از همه از دست بدم. سعی میکنم بگذرم کوتاه بیام، حتی تو رابطه کلا خودم همیشه پله اول اینه که خودم پا پیش بذارم، حالا کوتاه بیام یا هر چیزی باشه. تو این دوران سعی میکنم بیشتر حمایت کنم و بیشتر گذشت کنم و درک میکنم این موضوع رو. حتی دوست دارم موقعی که خودم خیلی به هم ریخته یا عصبی میشم توی موقعیت های دیگه، چون آقایونم حالا به شکل دیگه این دوران رو داریم و خیلی به هم میریزیم فکری، ذهنی، جسمی، دوست دارم که اینجوری باشه که طرف مقابلم درک کنه. خب شما چطور اصلا متصور هستین که آقایون همین دوره رو دارن؟ حالا شاید بروز فیزیکی نداشته باشه ولی ممکنه که حالا داشته باشن، اصلا نظر شما چیه و اگر که موافقین شما چه روی کردی دارین؟ بله قطعا به نظر من آقایون هم یه همچین دوره‌ای رو دارن، حالا اینو از لحاظ فیزیکی تجربه نمی‌کنم. ما خانوما متاسفانه از لحاظ فیزیکی تجربه می‌کنیم و شاید یه مقدار شرایط برامون سخت‌تر باشه، ولی آقایون هم قطعا اینو علاوه بر ذهنی دارن، حالا این میتونه مربوط به کارشون باشه، مربوط به احساسشون باشه و رو اون مود خوب نباشه. به نظرم خیلی خوبه که هر دو طرف همدیگه رو درک کنن و حالا در مورد صحبت ایشون که برگشتن گفتن خیلی خوبه که خانوما رو تو این دوره درک کنیم، حالا چه در دوره قاعدگی چه در دوره پی ام اس، خیلی خوبه که این اصلا برای ایشون مهم باشه. خیلی از آقایون اصلا این اطلاعات رو ندارن، این اطلاعات رو در مورد پارتنرشون ندارن، در مورد تایم بندیش ندارن و اگر داشته باشن میفهمن که واقعا خیلی از رفتارهای خانوم ها
مربوط به این دوره‌ایه که تو زندگیشونه. و دقیقاً طبعاً هم آقایون همینطور، خانوما بعضی‌ها باید خیلی موقع درک کنن که بدخلقی آقایون واقعاً بنابر دلیل خاصی نیست، یه وقتایی این اتفاق برای اونا هم میفته. آیا شما موافقین با این رویکرد جدید که بعضن خانم‌ها مطرح می‌کنن که آقایون اخیراً پرنسس شدن؟ تا حدودی بله. حالا من خیلی میخونم این ور اون ور تو سوشیال مدیا این ور اون ور. آقایون یه چیزی که از نظر من طبق تجربه خودم دارن الان تجربه میکنن بیشتر اون موضوع قهر کردنه. به نظر من این بیشتر قبلا مربوط به خانوما میشد، الان خیلی هم مربوط به آقایون میشه. در صورتی که یه چیزی و این وسط ما به نظر من باید درک کنیم، اونم تفاوت‌های خانم‌ها و آقایونه. خانم‌ها کلاً احساسی‌ترن، این قهر کردن توشون مثلا رایج‌تره و این معمولا تو آقایون نبوده. این دلیل بر این نیست که آقایون نمیتونن ناراحت بشن، نمیتونن بهشون بر بخوره، ولی چقدر بهتره که این احساس رو مثل خانوما ابراز نکنن. اینکه مثلا خانوما یا قهر میکنم میگم من با تو حرف نمیزنم، من جواب تلفنتو نمیدم، من فلان کار نمیکنم. شاید لازم باشه تو یه سری ارتباطات یکی دو تا جا آقایون پا پیش بذارن، حالا خانوما هم طبعاً بیان در مورد مشکلاتشون صحبت کنن. تا حدودی من فکر میکنم این پرنسس شدن بیشتر مربوط به نحوه ریاکشن آقایون به دعواهای بین مثلا خودشون و خانوم هست که به نظر من بله تا حدودی به نظرم نباید اینجوری باشه دیگه. خانوم ها احساسی ترن، این واکنش از نظرشون بیشتره. آقایون یه ذره بعد به نظر من این وسط کنترلگره این داستان. من خیلی قبول ندارم اینکه میگن آقایون پرنسس شدن جدیدن. حالا یه بخش از آقایون هستن که مقدار به نظرم هورمون تستوسترون توشون داره کم میشه و استروژن میزنه بالا، اون یه بحث دیگه است. اما این حرف خیلی زیبایی زدن و انتظار داشتم حالا با توجه به شخصیتی که تا اینجا صحبت کردن، این که اصلا بحث پرنسس شدنی که الان مطرحه خیلی من روی قهر کردن و ناراحتی ندیده بودم. اصلا یه بحثای خیلی مادی گرایانه بود یا یه چیزای دیگه بود که من میشنیدم و ایشون یه حرفی اصلا راجع به قهر کردن و برای من حالا جذاب بود، یعنی اصلا یه بحث دیگه شو نکردن. ناراحت شدم، ما مرد ناراحت میشیم، من حقیقتا خیلی احساسیم، شاید تو ظاهرم نشون ندم، ولی میتونم قبول کنم که بله مثل خانوم نباید بگم به من زنگ نزن یا این صحبت. شب بخیر. شب بخیر. شبت خوش. با شب خوش هم البته خوش داستانی خانوم به کار میبرم، ولی میگم من ناراحت میشم. اگه نمیتونی رفتارت رو درست کنی و باعث این ناراحتی نشی، بعد اینو در واقع جبرانش کنه طرف مقابل خانم. حالا نه که بگم مثل خانم ها قهر کنم، ولی ما مردم ناراحت میشیم و انتظار داریم که این حل شه. بفرمایید که به عشق در نگاه اول اعتقاد دارین؟ خیر، نه. شاید مثلا به یه حس خوب، این که از ظاهر میاد، تو یکی رو میبینی خیلی استایل خوبی داره، شخصیت خوبی داره، قشنگ حرف میزنه، مثلا خوشت بیاد، بله. ولی اینکه عشق در نگاه اول به نظر من منم خیلی موافقم با صحبتشون و دوست داشتن زیاد و تو نگاه اول میتونم بگم که اعتقاد دارم. اصولا کسی که عشق رو تجربه کرده باشه به نظرم اینکه بگه عشق تو نگاه اول به وجود میاد اصلا اعتقاد نداره، چون کلا عشق پدیده‌ایه که هم خیلی خوبه هم خیلی بده، یعنی اصلا یه چیز خیلی عجیب غریبیه. حالا نمیدونم دیبا خانم تجربه کردن یا نه، ولی شما تجربه کردین؟ بله، من تجربه داشتم. برای من دو بار پیش اومد که سریان دو بار عاشق شدن. سری نبوده، ابتشون 32 سالشه فکر کنم، همیشه خیلی هم سری نبوده. خب بار اول خیلی سنم کم بود، فکرم 15-16 سالم بود تا حدوش 18-19 سالگی. دختری بود، حالا تو محلی که زندگی میکردیم همو دورا دور میدیدیم و من خیلی ازش خوشم میومد، ولی هیچ موقع این جسارت رو نداشتم میخوام صحبت کنم چون فکر میکنم نه بشنوم. گذشت و فکر کنم همون 18-19 سالمون بود، با دوستامون بیرون بودیم توی سوپرمارکتی سر کوچه‌مون همو دیدیم، یعنی اون با دوستای خودش، من با دوستای خودم، یکی از دوستامون واسطه شد که بس دیگه. ما با هم صحبت کردیم، خیلی برام سخت، مثلا 19 سالته و میخوای یه حسی بگی که سخته برات نبشنوی یا این صحبت ها، و حالا راه ارتباطی هم من گرفت و خب یه جوری نشون داد که این احساس تو اونم بوده و من اینو میدیدم. ولی یه هفته گذشت، یک ماه گذشت، یک سال گذشت و شد فکر کنم نزدیک 3 سال و من واقعا تو اون سن، خب یه سن خیلی خاصیه برای پسرها، من خیلی منتظر بودم و حالا با اینکه ارتباطم شکل نگرفت باش، ولی
تجسم میکردن. حالم بد بود، واقعا این حال بد خیلی سخته بر مرد ها، مخصوصا تو اون دوران. و خیلی جالبه که بعد از 3 سال فکر کنم من موقع عکاسی میکردم توی اینستاگرام به من مسیج داد که منو یادت، منو میشناسی. و من اون لحظه بود که خیلی برام عجیب بود که من چجوری این آدم رو دوست داشتم، چون اون دوست داشتنه برام یه ذره به نفرت تبدیل شده بود، چون که میگفتم خب اگه من به من حسی نداشت نباید این در واقع این قوت قلب رو میداد، یا این که میخواست رابطه رو شروع کنه نباید اینجوری نشون میدهست، میتونست شماره رو من نگیره یا این صحبت ها رو نکنه. و خیلی سخت بود. و یه جمله‌ای داره آنتوان دو سن اگزوپری توی کتاب شازده کوچولو، همیشه ذهنم بوده، فکر کنم که شازده کوچولو از روباه میپرسه که این درسته کسایی که دوستت دارن یه روز برمیگردن؟ و شازده کوچولو میگه که نه، کسایی که دوستت دارن که میمونن، کسایی که پشیمون میشن برمیگردن. حالا خیلی از ما تو زندگیمون یا یه کسایی دوست داشتیم یا خودمون پشیمونیم. یعنی شما چند سال بعد از اون سوپرمارکتی که فقط موضوع رو بهشون گفتی که مثلا من دوستت دارم از تو خوشم میاد، چند سال همچنان منتظر اون خانم بودی؟ من از ذهنم نمیرفت بیرون. واقعا عشق واقعی و از ذهنم بیرون نمیرفت، چون این عشق در نگاه اول چون میگم ما فکر کنم تقریبا 4-5 سال تو محله که بودیم همون میدیدیم، حالا نکی بخوام کامل با هم صحبت کنیم. و خیلی برام سخت بود و بالاخره اون آدم برگشت، ولی من واقعا یعنی با ایشون ارتباط جدی نداشتین شما؟ اصلا میگی که ارتباطی نداشتین؟ هیچ ارتباطی، هیچ صحبتی. فقط بعد از اون قبل از سوپرمارکتی که چند سال عاشقش بودی، بعد یه سوپرمارکت شما فقط موضوع رو گفتی، دوباره چند سال زندگی من به قبل و بعد از سوپرمارکت تقسیم شد. آره دیگه، من تو ذهنم بود، چون میگم دوران بچگی 14-15 سالگی همو میدیدیم، ولی هیچ موقع یعنی با هم مکالمه خصوصی نداشتیم. و چون که به من یه جوری گفته بود که حالا مثلا با هم ارتباطون شروع کنیم، من منتظر بودن خیلی سخت بود. پس شما خیلی دیگه احساسی نداریم این لول. ما شنیده بودیم توی مثلا من در سنین خودم به قبل این داستانا رو میشنیدم 20 سال پیش 30 سال پیش، ولی الان خب یه 20 سالی بود چه این داستانی نشنیده بودم. خب شما چطور، آیا شما عاشق شدین؟ بله، من فکر کنم تو سن 19 سالگی بود که یه ارتباطی رو تجربه کردم که خیلی برام عمیق بوده. منظور از عمیق بودن، حالا این تفاوت عشق و دوست داشتنه، برای من اینجا جلوه میکرد که من واقعا خودم رو نمیدیدم. یعنی الان که برمیگردم به اون دوران فکر کنم الان بخندم، الان به فکرش مثلا نباشم، ولی اون زمان اون احساسی رو که داشتم تا الان تجربه نکردم. اینکه بخوام اون احساس بد و اون گریه هایی که داشتم و حال خرابی که داشتم و تجربه کردم، و فقط طرف مقابل رو میدیدم که حالش بد نباشه، حالش خوب باشه، از خودگذشتگی داشته باشم. و دقیقا به نظر من عشق نکته منفیش همینجاست، اینه که تو اصلا دیگه خودتو نمیبینی، تو دیگه انقدر طرفو میبینی که میگه اوکی من گریه کنم، من حالم بد باشه، من یه بلایی سرم بیاد و سر طرف مقابل نیاد. و برای همین من خیلی عشق رو دوست ندارم. شما هر دو آیا دوست دارید دوست داشتن خیلی زیاد مجدد تجربه کنین یا عشقو؟ دوست داشتن خیلی زیاد. من عشق مجدد دوست نمی عاشق بشی دوباره میخوام آسیب خیلی احساسی نه یعنی اینجا میتونه فهمید که واقعا آخه واسه چی داریم زندگی میکنیم؟ یعنی اگه این عشق نباشه تو هر چیزی شد. خب آخه شما که به عشقتون هم نرسیدی، خب چرا دوباره میخوانید رو تجربه کنید؟ یه بار دیگه هم عاشق شدم که رسیدیم و اول تو اون ارتباط هم مثلا عشق شکل گرفت. آخه نمیتونم من بگم که من با غریزه خودم بجنگم. به نظرم عشق خب چیزی عشق از نگاه شما چیه دقیقاً؟ که عشق پدیده‌ایه که همونطوری که خودتون گفتین کور میکنه، غرور رو میگیره، و اما در کنارش خیلی احساس خوب به آدم میده. یعنی یه نکته که خیلی قشنگ گفتی راجبش دیبا جان این بود که واقعا آدم کور میشه، یعنی خودتو نمیبینی واقعا، ولی از این بابت خوب خیلی احساس عجیبی بهت میده که تا حالا تجربه نکردید تو دوست داشتن. یعنی نکات مثبتش برای شما بیشتر بوده تا منفیش؟ یعنی دوست داشتین که مثلا نبینین هیچی و براتون لذت بخشتر بوده این که عاشق بشین؟ خب من حالا بار دوم، بار اول اونجوری، ولی بار دوم عشقمون دو طرفه بود، حالا به دلایل دیگه حالا ارتباطمون قطع شد. ولی من آره دوست دارم که اون درداش و غماش هم بپذیرم. بله، من یه آقای انقدر احساسی واقعا الان به ندرت میبینیم تو جامعه. خیلی به ندرته که انقدر. اگه بتونی فقط یک نفر رو نجات بدی، کسی که دوستت داره یا کسی که دوستش داری؟ کسی که دوستش دارم. چه سوالایی میپرسی شب.
کسی که دوستش دارم من انتخاب میکنم. بعد رفتی تو فکر را. برای ایشون خیلی سخته، برای من جواب دادن فکر میکنم خیلی آسون تر بود. اصلا بحث عشق میشه گویا من به هم میرسم بعد برنامه باید برم گریه زاری از خواهی کنی که نجاتت ندادم فلا برم ما همون سوپرمارکت دم سیگار. خب بفرمایید که اهل فیلم و سریال هستی آیا؟ من که اصلا عاشق فیلم و سریالم، حالا رشته من چون سینما کارگردانی بود، دوست دارم که با یارم بشینم راجع به یه فیلمی صحبت کنم و به جای غیبت کردن راجع به بقیه یه دوی ناخونای مثلا رفیقش بشیم و راجع به فیلم مثلا دیوید فینچر صحبت کنم. من خیلی دوست دارم. شما اگه بخواین تو فیلم و سریالی که دیدین کاراکتری دوست داشته باشین که دلتون میخواد پارتنرتون شبیه اون باشه، کیه؟ اول از همه دوست دارم که شبیه زن والتر وایت نباشه. بریکینگ بد یک. دومی که خودم میتونم بگم ولی به اون فکر نکرده بودم. خودتون شبیه بتمن. بتمن سوپرمن. نه، سریال سوپرانوس نقش اولش رو دوست داشتم که خودم بازی کنم. دوستشم جاش باشم. ایتالیایی‌ها رو خیلی دوست دارم. شما اگه بخواید تو کاراکترهایی که حالا وجود داره دوست داشته باشین پارتنرتون شبیه کی باشه؟ یه فیلمی که الان به ذهنم میاد نوت‌بوک، نقش رایان گاسلینگ اگه اشتباه نکنم، خیلی نقش عاشق میشه و با ایشون هم ازم رو در میاد. همون فیلم رومانسه دیگه. بله. اگه پارتنرتون یه روز غیبش بزنه و بعد پیدا شه، شما چه ریاکشنی دارین؟ قطعاً سرد برخورد میکنم و قطعاً جواب سربالا میدم اگه ازم حتی بپرس اصلا چه دلیلی داره وقتی دو نفر توی رابطن. بذار ببینم چی شده. شاید حالا شما که میگی بذار ببینم چی شده، فرض فرمایید که شما واقعا این اتفاق رخ داده، یه روز غیبت زده، بعد دیگه میخوای زنگ بزنی و با خانم دیبا بگی که حالا چی شده و اینها. دیبا سلام. چه سلامی دقیقا؟ چه میخندی؟ من یه روز نبودم. واقعا الان آخه خنده من از همینه که یک روز نبودی. اصلا بذار برای تعریف کنم چی شده؟ قطعا که تعریف رو که باید بکنی. خب. ولی اینکه حالا هر کاری هم که بوده من در ابتدا بگم که آدم یه تکست دادن شاید مثلا 10 ثانیه هم طول نکشه. بذار توضیح بدم. بفرمایید توضیح. من گوشیم جا مونده بود پیش رفیقم. اون تو کولش جا مونده، اونم رفته بودن مسافرت. یعنی ما هیچ کدوم از دوستای مشترکمون شماره منو ندارن که تو به من یه تکست بدی یا زنگ بزنی. سوال قشنگی بود. ولی اون که دارن، ولی اون کسی که برده بود اون نداشت شماره تو رو. اون کسی که برده بود نداشت شماره منو. نه خیر. گوشی تو رو مگه نبرده بودن؟ گوشی منو برده بود. خب گوشی تو رو برده بودن. یعنی شماره یم هیچ کدوم از شماره دوستات شما بلد. من نمیخواستم رمز گوشیمو بدم باز کنه. خب شما ما این رفته بودیم مسافرتی جایی، تلفن عمومی خیابون، بالاخره یه نفر شماره ایشونو حفظ نبودی؟ ایشون پیچونده بودن. نه خانم چه حرفیه. نه جدی واقعا هم اتفاقی بود که رخ داده. خب الان شما اونجا هیچ کس تو خیابون نبود که یه لحظه یا آقای باشم تماس بگیرم؟ من گوشیم تو کیف رفیقم جامون. خب شماره دیوارو مگه حفظ نیستی؟ نه. به به، این همه من عاشق پیشم و من فلانم و اصلا یه روز نبودن رو ولش کنی، حفظ نبودن شما رو خودش یه مشکل سخت دیگه. شما خودش خط قرمزه. نه من قانع نشدم واسه شما. خب شما واقعا یعنی شماره تلفن پارتنر تو حفظ نمی‌کنی؟ اگه سخت باشه نه. گفته بود من واقعا هوشم فلانه، شما باور نمی‌کنی؟ من گفتم تواضع داره. اگر بر اساس اونم من می‌پذیرم. ولی آیا رفتار عجیب و متفاوتی هست که برای شما خیلی تو رابطه آزاردهنده باشه، مثلا خیس کردن دمپایی یا موارد مشابه؟ آره، مثلا من یه چیزی که خیلی مثلا شاید تو ذهنم باشه شلختگی بی مورد، یعنی مثلا اینکه ظرفای نشسته یه ور باشه، نمیدونم، این خیلی منو اذیت میکنه که مثلا آقا طرف متوقع باشه که آقا یه خانوم مال کار خونه است. مثلا کاری ندارم، من خودم موافقم، من خودم کار خونه رو دوست دارم، خودم علاقه دارم، با عشق دوست دارم تو خونه ای که زندگی میکنم کارا رو انجام بدم. ولی اینکه مثلا همسرم بخواد مثلا این کارو نکنه، یه ظرف میخوره بذاره به امیده که من فردا میشورم، پس فردا میشورم، این روز میشورم، نه، این منو خیلی عصبانی. حالا چون راجع به ظرف و غذا و اینجور چیزا شد، من صدای زیاد غذا خوردن، یعنی یه جوری غذا بخوره که صداش خیلی بد باشه، من عصبی میشم و مشکل روانی دارم نسبت به این موضوع. بعضی خیلی صدا میدن، ملچ مولوچ، ملچ مولوچ، یا مثلا یهو هورت میکشن یا صدای خوردن زیاد باشه. سه ویژگی بارز خودتون رو بفرمایید. یک، من خیلی شنونده خوبیم، خیلی زیاد خیلی حرف آدم رو میشنوم و بهش اهمیت میدم.
دومی این که خیلی معاشرتی هم، یعنی اگه توی جمع تازه‌ای وارد بشم خیلی به راحتی میتونم با آدم‌ها ارتباط برقرار کنم، اینجوری نیستم که نتونم یه گوشه بشینم. و سومی این که در ابتدا اگه کسی کاری بخواد، من خیلی انگیزه دهنده خوبی هستم، یعنی هیچ وقت در ابتدا نمیگم که این کار نشدنیه، حتی اگه بعدن مثلا ببینیم پوینت‌های منفیش بیشتر اون مال بعدنه، در نقطه اول من اون شخصی ام که میگم باریکلا ایول این کار خیلی اوکیه، اینو برو جلو. من معرفت، مهربانی و این خدای احساس پایه بودن. رسیدیم امتیازدهی اولیه از 10 امتیاز. ازتون خواهش میکنم که امتیازدهی اولیه به هم دیگه بدین. 3 2 1. آیا فکر میکنین طرف مقابل تا اینجای برنامه از شما خوشش اومده یا نه با لایک و دیسلایک؟ 3 2 1. تا اینجای برنامه از طرف مقابل خوشتون اومده یا نه؟ 3 2 1. آیا تصوری از ظاهر همدیگه دارین؟ نه خیلی، یه مثلا چرا خیلی مردونه، شاید قد بلند، شاید خیلی مردونه، ولی نه تصور دیگه واقعا ندارم. فکر میکنم موهاشو مشکی باشه، امیدوارم مشکی باشه، نمیدونم. همین، فکر نه تصور دیگه فکر نکنم. کل تصور رجوع رنگ مو بوده، حالا فقط مو میبینه و دیوای مو. رسیدیم به جذابترین قسمت برنامه، جایی که دیگه پرده رو برداشتیم و دیبا و دانیال قراره که برای اولین بار همدیگر رو ببینن و ما ریاکشنشون رو ببینیم. با شمارش 3 2 1 من. 3 2 1. سلام. خوبی دیبا جان؟ خوبی. دقیقا اشتباه گفتین دیگه، الان موی مشکی بلون بود با تصفح. مو خیلی اونقدر اهمیت نمید، رنگی در میاد، ولی خیلی متفاوتین اون چیزی که من تصور میکردم. نمیدونم، شاید یه ذره مثلا خیلی آدم مثلا با اینکه حرفاتون احساسی بود، ولی متصور یه آدم مثلا یه ذره از ظاهری خشک در، ولی ماشاءالله خیلی خوشخنده ای. لطف دارین همچنین. درسته. هر کله پاچه بخوره کلا بشاش میشه. این بزرگترین پوینت مثبت بین من و شما بود، چون واقعا این کله پاچه برام خیلی مهم. ولی تصور منم حالا ظاهرتون مشکی بود، موی مشکی بود، ولی کلا اون پختگی که کلماتتون داشت ظاهرتون هم داره به نظر. نه به شما احساسی بودن کاملا بهتون. اما که چهرهتون رو میبینم واقعا به این خندتون، نوع نگاهتون، این احساسی بودن واقعا بهتون میاد. و چقدر جالب که یه آقا اینقدر با احساس باشه. لطف داریم واقعا. من دیگه دارم عرق شرم میریزم. جوراب شدید دیگه. جوراب مشکی. خدا رو شکر جوراب مشکیه. جوراب سفید، اونم اگه کالج باشه به نظرم میتونه آدم خودکشی کنه. همون داری. بله. اصلا این جوراب من نمیدونم هر چی میشه اول جوراب رو نگم. هی اونجا داشت جورابه، خدا خدایا فقط نباشه من خجالت زده نشم این شکلی. نه خدا رو شکر جورابتون مشکی. انتخاب خیلی مثبت. خدا رو شکر صورتی‌ها رو نپوشیدم. بفهمید که خط قرمزتون به غیر از جوراب آقا تو رابطه چیه؟ بی احترامی به نظر من واقعا. بی احترامی که بالاخره وقتی دو نفر با هم خیلی راحتن، شاید خیلی موقع خیلی صحبت ها بکنن، خیلی چیزا بینشون پیش بیاد، ولی یه سری خط قرمز وجود داره که از اون بگذری اون حرمته دیگه بر نمیگرده. تو و زمانی که یه جمله رو بگی دیگه بر نمیگرده به اون حالت. من حالا بخوام تکمیل کنم، اینکه وقتی خط قرمز هی برداشته میشه، مثلا 6 ماه که از اون ارتباط میگذره، می‌بینی که این توهین‌ها هی داره بیشتر میشه، این خط قرمز بیشتر برداشته شده. خیلی موافقم. من خودم یه مقدار اعصابم کنترل بیشتری باید داشته باشم همیشه، و اینو دیدم، یعنی خودم اشتباهی که کردم این بوده که کنترل نتونستم بکنم. این شاید حالا توهین‌ها یا اون خوشونت زیاد بوده، به مرور داشته بدتر میشده. من خیلی موافقم. موافقی که خودت خط قرمز یعنی خودم. آره خودم. شما دیگه خیلی دیگه متوازنی، بیشتر خودزنی میکنی تو. شما کلا مدلت اینطوری که تو دیت هم تشویقی هی میگی من واقعیت رو میگم که آره میگم که از اول بدونه که وقتش گرفته نشه. ولی آره اعصابم یه مقدار مشکل داره، مثلا کله پاچه میخورم که اون اعصاب نمیخوره به شما که خیلی آدم عصبی باشی، بیشتر میخوره که آرومم. آره نه مثلا مدل خندهشون، میمی که صورتشون اصلا عصبانیت واقعا نه خانم داری حالا واقعا تواضع میکنی ما آخه نفهمیم تو آخرش مثلا شما فکر کن یا آبا مثلا یه کار خیلی سختی داشته اون روز، بعد خانم میاد راجع به یه موضوعی که اصلا
عجیب غریبه و خیلی در واقع خیلی کوچیکه باهات بحث میکنه. خب مثلا خانم ندونه که شما اون روز روز سختی داشتین. خانم یه خصوصیتی که دارن حرف زدن در مورد اتفاق، آقایون خیلی این کار نمیکنن، ولی خانم‌ها شاید از رنگ لاکشون و اتفاقی که تو آرایشگاه افتاده دوست داشته باشن با هاردرش رو صحبت کنن. اونجا به نظر من وظیفه آقاست که بگه آقا من الان واسه صحبت ندارم، من روز سختی داشتم و مثلا آقا بعد پیش من اینو میگم داشته. اول بعد اون ادامه میده، بعد هی اون ادامه میده، بعد من عصبی میشم، بعد میام کله پاچه میخورم. مهمترین خواستتون از پارتنرتون چیه؟ من به شخصه آدم زود جوشی هستم، یعنی زود عصبی میشم، زود کنترل خودم رو از دست میدم و برام مهمه که پارتنرم یک جاهایی، نمیگم همه جا، شاید اصلا حق با من نباشه، ولی اون قدرت درک رو داشته باشه. من اگه آدم یک مقداری مثلا زود جوشی هستم، نمیتونم با یه آدمی که اونم زود جوشه وارد یک ارتباط بشم، چون قطعا به نظر من این تشابه نیست که آدم وارد رابطه میشن کلید موفقیتشون، اتفاقا اون تفاوت هست که باعث میشه این ارتباط جذاب بشه. برای به نظر من پارتنرم حداقل باید یه ذره صبر داشته باشه، یه ذره بتونه اون یک لحظاتی که لازمه خودش رو کنترل کنه. این به نظر من بزرگترین چیزی که من از یک پارتنر میخوام. قشنگ گفتم و من خودم دوست دارم که خودش جای من بذاره. حالا فکر کنم میشه امپاتی، نمیدونم کلمش درست میگم یا نه، ولی خودش جای من بذاره و اون شرایطی که حالا اون موقع دارم یا اون روز دارم، اینو اگه آدم‌ها خودشون جای هم دیگه بذارن خیلی از مشکلات همشه. اما یه خیلی حرف قشنگی زد واقعا. من همیشه میگم دو نفری که خیلی شبیهن به هم، رابطه خوبی ازشون در نمیاد و یه جاهایی میگم باید همو تکمیل کنن، قشنگتر میشه. حالا تو یه سری موضوعات مثلا، حالا ما داریم شوخی میکنیم ولی واقعا جدی همون قضا هم میگم، با اون خانم ازدواج میکنیم واقعا بوی کله پاچه، جدی میگم، بعدش میاد تو خونه باشه. خیلی مهمه مسئله این کله پاچه. شما واقعا میسی که برات جدی جدی کله پاچه خیلی مهمه. تو هر پنج جمله سه تاش کله پاچه. من سمت کله پاچه هم پول گرفتم میام اینجا و تبلیغ کنم. نه ولی جدی که حالا خودشون جای هم دیگه بذارن خیلی مهمه. معذرم. رسیدیم به بازی دروغ سنج و از شما شروع می‌کنم. بفهمید که آیا تا حالا خیانت کردین؟ من به جواب دادم خیر. راستشو بگین. راستش. الان معلوم میشه. ها نزده هنوز؟ نه. داره بررسی میکنه شما خیانت کردی یا نه. الان رفته تو خدا شکر. آیا تا حالا شده که به کسی احساس نداشته بوده باشید ولی اذعان کرده باشین تو رابطه که من دوست دارم و اینها؟ نه. یعنی الکی فیلم بازی کرده باشین و اینها؟ نه. الان معلوم میشه. آیا در پاسخ سوالات این برنامه چیزی بوده که شما قلوف کرده باشی، بلوف زده باشی، بزرگ نمایی کرده باشی از خودت؟ خودمو تخریب کردم از از من. نه چیز خاصی نگفتم. استرس سنگین. آهنگش خیلی ترسناکه. شما آیا تا حالا خیانت کردین؟ اصلا بگم من نگفته زدن. آدمای خوبی هستین شما. آره اینو می‌خواستم، آره اینو بگم که دیگه زدم دیگه. آیا تا حالا مخ دوستتو زدی و یا کراش دوستت و یا موارد مشابه؟ کراش دوستم و وایس آخه دوستش نه، ولی مثلا کسی که کراش بوده خوش ارتباط نشه. آره اتفاق افتاده که با هم دوست شدیم. کراش دوستتو زدی؟ آره خب باشه ارتباط نداشته اصلا، پیش اومده. اوکیه دیگه، دوستش نبوده. شما میدونستی کراششه؟ من میدونستم. آره آه ایزده. یعنی چی؟ یعنی من این کار نکردم؟ شاید خیلی کراش خوبی، شاید خیلی کراشش نبوده، شما فهمیدین کراش بوده، همینجوری کلا خوشش اومد. اون آخه اون شخصیت مثلا براش یه لیست کراش داره که هزار نفر هم همون، شاید اون کراش واقعی نبود، مثلا حالا هر کسی سلبریتی ممکنه بوده باشه. این درست میگه. خیلی خوبه. شما دیگه اونقدر خودزنی میکنی، کاری هم که نکردی و میگی من کردم، حالا کراش طرفم نبوده. آیا حالا وسایل کسی رو کش رفتی؟ بله. یعنی ما تو خب یه اکیپ دوستانه یه چند نفره خانوم هستیم که واقعا این کارو میکنم. به همه میگیم ولی کش رفتم. بله. بزنم؟ بزن. خودی خودش اقرار. بین خانمای مرسوم از هم میپیچونن چیز میسد. نه دیگه، یه کش رفتنی که کسی ندونه. راست یادم رفت. در حسن میخواستم بگم برای تایید کرد.
رسیدیم به چالش بازی 5 ثانیه با مجازات که برنده بازنده رو جریمه میکنه. از شما شروع میکنیم. 3 تا دروغ رایج پسرا. من قبلا همچین حسی نداشتم. من فقط با تو هم. من هیچ وقت همچین دروغی نگفتم. اصلیه رو نگفت. من دورامو زدم دوباره آرامشم. شما که تیکه میندازی بهشون، 3 تا دروغ رایج دخترا. سه تا دروغ رایج دخترها. من تا حالا با کسی ارتباط نداشتم. من تا حالا بهت هیچ دروغی نگفتم. من پول برام مهم نیست. سه تا جایی که دوست داری با پارتنرت بری دیت. سینما، رستوران، زیر بارون. سه تا کادویی که خانم‌ها خیلی دوست دارن. پاپاخی رو نگفت. سه تا کادویی که خانم‌ها خیلی دوست دارن. خانم‌ها عطر، کیف، کفش مجلسی. بله. تو این مجلسی بودن خیلی تاکید می‌کنم. تا حدودی بله. سه تا کادویی که آقایون خیلی دوست دارن. جوراب، عطر، کفش. چون جوراب دوست داری دریافت کنی؟ من جوراب بوده. یه جوراب صورتی. سه تا حرکتی که باعث میشه کات کنی. بی‌معرفت باشه. خیلی بیش از حد مادیگرا باشه و دوستاشو به من خیلی ترجیح بده. سه تا خصوصیت مثبت دانیال. احساسیان، حمایتگرن فکر میکنم تا حدودی و خوشخندن. سه تا کاری که نباید تو رابطه انجام داد. خیانت، به نام خدا خیانت، دروغ و مقایسه. شما خودتون خیانت رو تو رابطه چجوری ترسیم میکنید؟ برخی حالا یه چت ساده رو خیانت میدونن، برخی هماغوشی، حالا هر کی یه تعریفی داره، شما بفرمایید. به نظر من هر چیزی که تو از پارتنرت پنهان کنی، حتی میتونه چت ساده باشه، حالا یا مثلا دوستای دختر زیادی داشتن که باشون چت کنه، مثلا هی بگه من با این چت میکنم، با اون چت، به این دلیل، به اون دلیل، هر وقت گوشیشو بخوای بعد بذار رو میز دیگه، کسی که اینجوریه بعد بگه بفرمایید من هیچی ندارم. ولی هر چیزی که قابل پنهان کردن باشه در لحظه، به نظر من خیانت حساب میشه. همه جورش میشه گفت، ولی خب حالا یه سری صحبت کردن باشه میتونه دلیلی داشته باشه، نمیتونم بگم حتما داره خیانت میکنه، ولی کلا این گوشی خیلی مهمه دیگه. من خودم گوشیمو یعنی دوست دارم که مثلا بدم دست طرف مقابلم و این از این بابت خودم مثلا مشکل ندارم. اگه چیزی هم باشه راجع به گذشته باشه، پیغامی از افرادی از گذشته بیاد که توضیح میدم و من مشکل ندارم. شما به طور کل برای جلب اعتماد آیا توضیح میدید؟ افرادی هستن که احساس میکنن اگه خیلی توضیح بدم برای جلب اعتماد مثلا پرچمشون میاد پایین، یا اصلا به خودشون میگن دلیل نمیبینم من توضیح بدم، من که کاری نمیکنم چرا باید توضیح بدم. ولی برخی هم هستن برای جلب اعتماد اصلا بها به خرج میدن. شما چه دسته افرادی هستین؟ من از دسته افراد دوم هستم که توضیح میدم و به هر حال وقتی دوست داشتم باشه یه مقدار شکاک بودن ایجاد میشه و اینو قابل درک میدونم، مخصوصا برای خانوما تو این موضوع، و توضیح میدم، اشکال نداره. قطعا منظرم جلب اعتماد یه چیزیه که باید طرف انجام بده. شما وقتی با یکی وارد یک ارتباط یا رابطه میشی تا حدودی شناخت داری، اون شناخت رو به طور کامل نداری. طرف باید کاری بکنه که تو جلب اعتماد، اینکه طرف بگه نه من اینجوریم، من این شکلیم، نه، شما کاری بکن که من اعتماد کنم. بعد از اون اعتماد سازی اگر من مثلا شک بی خود بکنم، شما اجازه داری صحبت کنی. مگر قبلش که افتادم اصلا وقتی میبینی کلام خیلی بد دلن و اصلا هر کاری کنیم آدم شکاک هست، اعتمادش جلب نمیشه، از اون بد و ارتباط اینجوریه. من نظر چی راجع به اینه؟ منم این بعضی از آدما به طور کلی این شکلی هستن. شما وقتی وارد ارتباط با یه آدم میشی میفهمی که از اول شکاکه یا واقعا شما یه زیرابی داری مثلا به طور مثال میری. ولی جلب اعتماد یه چیزیه که طرف باید برای به دست آوردنش تلاش کنه، چیزی نیست که از بعد به رابطه وجود داشته باشه. سه تا رفتار عاشقانه. در آغوش گرفتن، نوازش کردن و هدیه خریدن. سه تا خصوصیت خوب خانم دیبا. خوش اخلاق، لوس یا نونور نیست و خیلی خودشه. شما باختی. اشکال نداره. یعنی چون ایشکی نباخت ما دیگه شما رو بازنده اعلام کردیم. شما چون خیلی آدم متواضع و مهربون و فداکاری هستی
شما بازنده شدید، شما بعد ایشونو جریمه کنید. جریمه شما اینه که یه ماه حق نداره کله پاچه بخوری. یعنی شاید این برنامه جمع شماره از این بره انقدر کله پاچه اصلا خوب نیست. این حجم از چربی و کلسترول اتفاقا خوبه. قضیه ببین قضیه مقوی چربی خوب. یک هفته به نظر من یک هفته اوکی گفتی یه ماه اولش ولی یک ماه گفتم نه یک هفته نه یک ماه من خودم هم نمیتونم ولی یک هفته به شرط اینکه بعد یک هفته مهمون شما بیام کله پاچه بخورم. این مجازات رو من بعد انجام بدم شما باشه پس حالا بعدن مهمون شما میریم کله پاچه میکنیم خب رسیدیم به چالش تلفنی جایی که دیبا و دانیال با دوستاشون تماس میگیرن و شما ریاکشنشون رو میبینین. الو ببخشید قطع شد. خواهش میکنم، من دوست دختر دانیالم، میخواستم ببینم که به من گفته بودش که داره میاد پیش شما، درسته؟ گفته بود تمرین کیک بوکسینگ دارین یا همچین چیزی. خب یه چند لحظه گوشیو میدیم بهش، من کار خیلی واجب دارم، یه زنگ بزن یه اس ام اس بده مگه میشه آدم گوشیشو نبینه. باشه حتما، من یه دقیقه اومدم بالا چون ما میریم پایین، کیک بوکس اون پایین آنتن نمیده، یه دقیقه اومدم بالا یه دونه آب یه دقیقه گوشیو ببریم پایین بدیم بهش. حالا ما هر چی به زنگ میزنم الان پس چطور آنتن نمیده؟ پس چطور بوق میخوره ولی جواب نمیده؟ نه منظورم بوق میخوره ولی میای جواب بدی قطع میشه. الان میرم پایین، من بهش میگم باهاتون تماس بگیرید. اگر پیش شما نیست به من بگین لطفا. نه الان میرم پایین بهش میگم باهاتون تماس. خب الان خب قطع نکنین، یه لحظه بریم پایین با همین گوشی، بریم پایین گوشی بدین. آخه نمیشه که توی آسانسور قطع میشه. خب الان قطع بشه با همین گوشی برین، با پله برین پایین. ببخشید من اینجوری میگم ولی آدم بدبین میشه. الو الو رفیق خوب عجب فیلمی بود. الو الو آره واقعا این دیگه واقعا تهش منتظرم که زنگ میزنه. آره من میرم به شما زنگ میزنه. الو بله سلام پردیس خانم. سلام بفرمایید. خوب است؟ من دانیالم، دوست پسر دیبا. خوبی؟ دوست پسر دیبا؟ بله دیگه دیبا من دوست شما نیست. من آره بله آها چطوری؟ خوبی جونم؟ خورمونه تو خوبی، چه خبر؟ مرسی ممنون جانم. من دیگه چند ساعته دارم به دیبا زنگ میزنم، بعد دیبا گفته بود که میرم میشه پردیس، نمیدونم بریم نام کفش بگیرم چیکار کنم، نفهمیدم درست. بعد الان 3 ساعت زنگ میزنم اصلا جواب نمیده. میخوام گوشی بدی بهش الان. منم کجایین؟ ولی گوشی رو لطفا که اگر میخواست که جوابتو میداد قاعدتا یه کاری کردی که داره جوابتو نمیده، ولی آره پیش منه. خب یعنی چی؟ من کاری نکردم، میگم گفتش که میام پیش تو، یعنی میاد پیش تو الان میخوام باهاش صحبت کنم، میگم گوشیش جایی افتاده بیاد اگه اونجاست خب بده. خب الان کجاست؟ کجا الان خونه ما ایم اگر اجازه بدید. خواهش میکنم. نه آخه الان مگه پیش تو اتاق نی؟ چرا بعد الان در این لحظه پیش من تو اتاق باشه؟ بستمش به خودم مگه؟ یه دقیقه وایسا ببینم کجا. خب باشه بگرد لطفا، سریع تر بگرد، من خیلی نگرانم. پردیس نگرانه چی؟ میگم پیش منه دیگه، حالا دوست دخترتو نمیخورم که شاید چند روز دوست دختر رو توه، ولی خب من یکم دیوونه میوونه میشم. خب الان دوست دارم که دیوونه هم میشید. خب این بده که خب الان خونتون عزیزم، خونتون مگه امارته؟ یک ساعته داری دنبالش میری، کجاست این بچه؟ من همیشه جان خودم شدم چون دارم با تحصیل خودم اون آنتنش کرد پاشم میره. اشکال نداره پاشو بره، فقط گوشیه بده بهش. عرضی نیست من دوست دخترم اونجاست، میخوام باش حرف بزنم اگه هست. اگه نیست بگو نیست دیگه. چرا بفتم یالان با برجون بار میزنه؟ چرا باید بگم مثلا؟ نه من نه پیش منه و پیش منم هست. خب من خب من همون میگم اونجاست. الان این کی بود گفت؟ کیه؟ دیبا صدا کیه؟ خب گوشیو بده. ناراحتم میکنی ها، من خودم ناراحتم، تو هم داری ناراحتم میکنی. گوشیو بده. من نفهمیدم چی گفت ولی میگم پای تلفن با باباش فکر کنم کلی بازی ندارم. چه چیز پس اگه پای تلفن من زنگ بزنم. خب برو یه دار بگه الو، برو دم گوشیش بگه الو. من بدونم اونجا من با باباش حرف بزنم چی برم بگم الو؟ خیلی دروغ گویی. پردیس الو که من پای تلفن با بابام هم. آره الو کن کن دارم به
جدیده، حداقل شده یکی به بونمایی برسه. هر میزن دست درد نکنه، تو رفیق منی، دوستت دارم. بفرمایید که شرم‌آورترین کاری که تا حالا کردین چی بوده؟ من یه بار نصف شب، یعنی یکینا بود، می‌خواستم برم آشغال بزنم دم در، بعد اصلا یه دو تا چیزی تنم بود که اصلا نه خیلی مناسب بود نه خیلی درست بود، بعد خب کسی که نمی‌بینه دیگه، اصلا کسی نیست. بعد یکی از دختره همسایه‌مون طبقه پایینیمون جلو در دید و من اصلا خیلی حالم بد شد واقعا. اما موقع شد که آشغال میخوام بذارم دم در، کوچی البرم میپوشم. چی بود لباستون؟ ببین یه رکابی شلوارکی بود که خیلی زشت بود، یعنی فقط من اونها یه لحظه پوشیده بودم که تنم باشه، یعنی یه چیز خیلی داغونی بود. مینیمم ترین چیزی که پوشیده بودید. من اصلا خیلی الان حضور ذهن ندارم، من کلا دختر خیلی آرومی بودم، هیچ وقت مثلا خیلی تو موقعیت خودم قرار ندادم که اتفاق شرم‌آوری بیفته. نه خیلی نبود. دیدگاهتون نسبت به روابط جنسی پیش از ازدواج چیه؟ بنظرم با توجه به سری آمارایی که وجود داره، اینکه خیلی از حالا نسلای قدیمتر از ما این اتفاق براشون افتاده که اول ازدواج کردن، بعد فهمیدن که تو یک سری از مسائل این چنینی با هم دیگه تفاهم ندارن، به نظر من تو روابطی که میخواد ختم بشه به ازدواج و هدف از اول ازدواج و آشنایی ازدواجه، میتونه این اتفاق بیفته برای اینکه بعداً از اون طلاق جلوگیری بشه، ولی فقط در این صورت که این ارتباط واقعا هدفمند باشه و اون هدف در انتها به ازدواج ختم بشه. شما موافقید؟ با کلیتش موافقم و خیلی پخته گفت نظرش با من خانم نسبت به این موضوع، ولی چیزی که هست اینه که من از نظرم اگه عشق وجود داشته باشه اون ارتباط باید باشه، و متاسفانه حالا شرایطی که هست اینه که قبلا طرف عاشق میشد سریع ازدواج میکرد همه چی فراهم بود، الان میبینید دو تا دختر پسر که عاشق هم میخوان واقعا ازدواج بکنن اما شرایطش نیست، اون خونه نیست، سخت شده میدونی، یعنی قبلا اگه بود خیلی راحت تر اون ازدواج پیش می اومد که حالا مسائل ارتباطیشون هم راحت تر باشه، ولی الان اون سختی هست. اما من میگم اگه عشق باشه اون باید باشه، یعنی ثمره عشق اون ارتباط. خب ولی منظور شما یعنی بازم تهش اینه که هدف اون رابطه هدفمند و ازدواج باشه دیگه. حالا باز یه چیزی بین دو طرف دیگه، نظر دو طرف بین نسبت به این موضوع چیه. حالا فرض فرمایید تو همون رابطه‌ای که عشق هست، فرض فرمایید که پارتنر شما موافق این قضیه تا قبل از ازدواج نباشه، شما روی کردتون چیه؟ آیا تو اون رابطه میمونید یا رابطه رو ترک میکنید؟ فکر کنم اگه واقعا قصدم ازدواج باشه بمونم، ولی فکر نکنم انتخابه، یعنی انتخاب درستی باشه این حرفم، یعنی احساس میکنم که خیلی اوقات بعد از ازدواج این مسائل خیلی پیچیده است. من میگم خودم تا تجربه ازدواج نداشتم، من میمونم ولی نمیتونم میگم تصمیم درستیه. فرض فرمایید که دعوایی بین مادرتون و همسرتون رخ داده، شما طرف کی هست؟ بستگی داره آخه. من کلا این اعتقاد دارم که آدم باید طرف حق باشه، ولی حالا یه داستانی که هست، تو زمانی که یکی به عنوان همسر در کنار توه، اونم یه جایگاه ویژه‌ای داره حالا جدا از خانواده، به نظر من که روبروی هم دیگه نباید این حرمت رو شکوند که جلوی این بگی مثلا من طرفدار مادرمم یا جلوی مادرت بگی من طرفدار همسرم. بعضی میتونی فقط تو اون لحظه شنونده باشی و بعد جدا جدا با هر کدومشون صحبت کنی. بعضی من این بهترین کاره. من اصلا دوست دارم طرف مقابلم برای مادرش خیلی ارزش قائل بشه. اگه رفتار مادرش نرمال، طرف اون اصلا بگیره. اگه واقعا چیزی که نرماله و خب خیلی مادرها هستن حالا شاید مادر خیلی خوبی نباشن یا توی ازدواج هم خیلی دخالت بکنن، ولی اگه نرماله دوست دارم که احترام و ارزش مادرش رو حفظ کنه، چون این برای خودم خیلی سخته برام، ولی اگه بخوام راستش رو بگم در ابتدا مادرم واقعا، یعنی اون زحمتایی که برام کشیده و سالهایی که سختی هایی که واسه من کشیده خیلی برام ارزشمنده. خب اینو بی توجه به این که مثلا شاید حق با کی باشه مثلا میگی؟ نه، چون من شناخت نسبت به مادرم دارم و میدونم چه جوری، هم میگم سعی میکنم اول حقو به ایشون بدم، اما اگه همه چی نرمال باشه، اما اگه واقعا ببینم که طرف مقابل یعنی همسرم حق داره، قطعا به یه شکلی که در واقع این خصومت پیش نیاد، یعنی جلو همدیگه حرمتاشون نشکنه 100%. و اینو دوست دارم که همسرم هم احترام و ارزش مادرش رو حفظ کنه و خیلی جاها اصلا ناراحت نمیشم اگه میخواد طرف اونو، جدی میگم، چون اگه پارتنرم و همسرم احترام و ارزش مادرش رو نگه نداره، پیش خودم خیلی آدم کوچیکیه.
شما به طور کل روی کردتون نسبت به این موضوع چیه که آیا همسر شما بعد از ازدواج نفر اول زندگی شماست یا مادرتون؟ و فکر میکنی که مادر شما آیا نفر اول زندگی پدرتونه یا همچنان نفر اول زندگی خودتونه؟ به نظر من نفر اول بعد از ازدواج به نظر من همسر آدمه. یعنی تو وارد خانواده شدی، داری خانواده خودتو تشکیل میدی و قطعاً باید همسرت در اولویتت باشه، ولی این دلیل برای اینکه تو نقش مادرت رو یا پدرت رو انکار کنی همچین دلیل نیست. این وسط با یک سری از سیاست‌ها به نظر من میشه که این موضوع اگر درگیری بینشون وجود داره هندل کرد، ولی به نظر من قطعاً تو وقتی تشکیل خانواده میدی باید خانواده خودت و یعنی همسرت در اولویت باشه در جایی که حق. من مادرم دقیقا خودش همین از سن کمتری که بودم میگفت حالا بعد از ازدواج سعی کن که وابستگیت به من مادر کمتر باشه، چون خانواده اصلیت میشه همسرت. و منم اینو قبول دارم، همون حرفی که دیبا زد رو قبول دارم. و به نظرم خب میدونی دیگه زندگی جدیدی آغاز کردی، نمیتونی بی تفاوت بشی به فصل گذشته زندگیت، اما نفر اول زندگیت میشه عضو اصلی خانواده جدیدت که همسرت باشه. خب لطفاً چشماتون رو ببندیم و تا لحظه که من نگفتم باز نکنیم. امتیاز دهی نهایی داریم. شما دیگه همدیگر رو دیدین، با روحیات همدیگه هم آشنا شدین. امتیاز دهی نهایی از 10، 3، 2، 1. فکر میکنی که طرف مقابل از شما خوشش اومده یا نه با لایک و دیسلایک. 3، 2، 1. و رسیدیم به جذابترین و هیجان انگیزترین قسمت برنامه، جایی که دیگه از دیبا و دانیال میپرسم که آیا تمایل دارن دیت دوم با هم دیگه برن یا نه. با شمارش 3، 2، 1 من. 3، 2، 1. خب بفرمایید که چرا دیسلایک؟ من تنها دلیل دیسلایکم این بوده که به نظر من ایشون خیلی پتانسیالای بیشتری دارن. یک مقدار به نظر من این کم بوده، شاید این متواضع بودن بیش از اندازه‌شون به نظر من شاید به نظر من خوشایند نبوده. به نظر من آدم‌ها تو دیدار اول بهترین ورژن خودشون رو ارائه میکنن. نمیگم اگزاجره کنن، نمیگم یه چیز خیلی مثلا واو یا خودشون نشون بدن، ولی طبق چیزایی که من از شما شنیدم شما خیلی پتانسیل بیشتر از اینا رو دارین. و به نظر من تو آقایون یکی از چیزهایی که باعث میشه رابطه متزلزل بشه کمبود این اعتماد به نفسه. اینکه شاید یک خانومی نتونه با این حرفا به شما اون احساس تکیه گاه بودن رو نتونه از شما بگیره، در صورتی که شاید شما خیلی هم تکیه گاه خوبی باشین. ولی ما الان داریم در مورد یک دیدار و یک بحث صحبت میکنیم و این تنها دلیل واقعا دیسلایک دادن من بوده. کار دستت دادیم، تواضعی که به خرج دادی. خب ما رویکرد یه خانومو داریم میشنویم واقعا که به نظر مثل خیلی هم برای هممون درس باشه، که شاید ما آقایون خیلی دوست داشته باشیم مثلا فاز تواضع به خرج بدیم، این در حالی که برای یه خانوم اصلا جذاب نیست. اول که خیلی ممنونم که نظرشون رو گفتم و اصلا ناراحت کننده برای من از این بابت نبود و خیلی دوست داشتم که اینقدر با قدرت نظرشو بگه. ولی من اصلا بحث اصلا اعتماد به نفس نیست. به نظرم من چیزایی که گفتم واقعا عیب و ایرادی که تو خودم میبینم و هر انسانی داره و خدا رو شکر میکنم که این عیب و ایراده رو تو خودم میبینم و میتونم به زبون بیارم و این خیلی به خودم کمک میکنه که اونا رو بهبود ببخشم. اما اگه اعتماد به نفس نداشتم هیچ موقع توی حالا حرفه خودم یا توی مسیر زندگی خودم نمیتونستم جلو برم. همیشه من میگم اعتماد به نفس با غرور اصلا یه چیز متفاوتیه که نباید به اون غرور برسم. شاید دیبا منظورش اینه که نیازیست بیان کنی. آخه خب یه جا مثلا راجع به ظاهر داره صحبت میشه، من باید بگم دیگه، من نمیتونم اینجا بشنم. شما به نظر من به عنوان حالا یه آقا یه ظاهر خیلی خوب داری، شما حالا یه تواضع اوور به خرج میدی و میگی که من ظاهر خوبی ندارم، دلیل نداره که به زعم ایشون ها دلیل نداره بیان کنی. موضوع الان همینه دیگه. بله اصلا این جمله رو گفتن خودش یه پالس منفی فرستادنه. یعنی به نظرم اصلا لازم نیست که یک سری از جمله ها، یعنی از نگاه من اینطور برداشت میشه، شاید منظور شما این نباشه، ولی خب ما برداشت طرف مقابل رو در نظر میگیریم. به نظرم یک سری جملات شاید در دیت اول اصلا احتیاجی به گفتن در موردشون نیستش. شاید هم شما شوخی کردی یعنی به هر حال. نه جدی، آخه داشتیم راجع به مترو معیار ظاهری یه جا صحبت میکردیم، داشتم راجع به اون میگفتم که واقعا هم اینجوریه. یعنی حالا شما میگی تواضع، ولی من اینجوری احساس میکنم نسبت به خودم. خیلی عالی. حالا شما بفرمایید که چرا لایک دادیم. با توجه به اینکه 24 سالش هستش، درست میگم؟ بله 24 سال. کلمات خیلی زیبایی استفاده میکرد، دایره لغاتت خیلی زیاده و خیلی پخته صحبت میکرد و قطعا این از
یه خانواده خیلی با اصالت میتونه بیاد و این از این موضوع خیلی لذت بردم. دومی که خیلی مثل خیلی از دختر و لوس و نونو رو این اخلاقیات رو نداشت و خدمتت بگم که کله پاچه کله پاچه آره کله پاچه خیلی نقطه مثبتیه و گفتم چند تا نکات مثبت رو گفتم به نظرم و ها خوش رو خوش اخلاقه این تو دختر خیلی کم میبینم، یعنی مثلا یه شوخی بکنی یه بخندی ناراحت میشن سریع، ولی اصلا اینجوری نه، خیلی خوش رو بشاش و خوش اخلاق. و این بلایند دیت هم به پایان رسید، امیدوارم که لذت برده باشین. شما با لایکتون و سابسکرایبتون از من حمایت میکنین. مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار.